فعالان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران میگویند نقض حقوق آنها به طور سازمان یافته ادامه دارد. در جریان کنفرانسی که روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار شد، سخنرانان تاکید کردند با وجود وعده‌های دولت، بهبودی در وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران به وجود نیامده است. کوروش صحتی گزارش می‌دهد. باشگاه ملی خبرنگاران شهر واشنگتن شاهد برگزاری کنفرانسی با حضور گروهی از فعالان حقوق مدنی و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران بود. کسانی که امروز به عنوان سخنران یا حتی حاضران در این جلسه هستند، اینها از حیث حساسیت نسبت به موازین حقوق بشر دور هم جمع شدند و این موازین همونطور که می‌دونیم در مورد اکثریت و اقلیت ها هر دو زیر پا گذاشته میشه در ایران. در این کنفرانس که به طور مشترک از سوی مرکز ابن خلدون و سازمان حقوق بشر اهواز برگزار شد، شرکت کنندگان از موانع پیش روی اقلیت های قومی و مذهبی در ایران گفتند. تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در زمان شاه و جمهوری اسلامی وجود داشته. ما مسلمان هستیم. به خاطر اینکه اهل سنت هستیم در ایران به عنوان شهروند درجه دو محسوب میشیم. بدین ترتیب ببینید غیر مسلمان ها مثل بهایان و یهودیان با چه تبعیض گسترده ای روبرو هستند. کریم عبدیان از برگزار کنندگان این مراسم حضور سخنرانانی از اقلیت‌های قومی و مذهبی در کنار چهره‌های شناخته شده مدنی ایران مثل مهرانگیز کار را دلیلی بر آن دانست که مسئله اقلیت‌ها تنها مختص بخشی از مردم ایران نیست. همه خواهان پولاریزم هستند، همه خواهان یک جامعه دموکراتیک عدالت‌خواه در ایران هستند و هستیم. مشکل این هست که امروز جمع شدیم که ببینیم چالش‌ها چیست. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم در پیامی ویدیویی از نقض اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرد و گفت این مسئله موجب نگرانی فعالان حقوق بشر است. اوضاع اتفاقا بدتر شده، مخصوصا از لحاظ تعداد اعدام ها. تعداد کردهایی که اعدام شدن از زمانی که آقای روحانی دو مسند نشستن بیشتر شده. تنها کاری که کردن اینه که اجازه دادن توی دانشگاه کردستان تو سطح دانشگاه زبان و ادبیات کردی تدریس بشه. دولت حسن روحانی نماینده ویژه ای را برای امور اقلیت های قومی و مذهبی برگزیده و وعده بهبود اوضاع آنها از جمله حق تدریس به زبان مادری در مدارس ایران بر اساس اصل 15 قانون اساسی را داده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.